با درود و سلام به هزار چهره ای های عزیز داستان امروز ما یه پارسای دیگه مثل ریحانه است اون تو از جنس مزکر. بازیگری کم متنی که گویه بیشتر تو حاشیه زندگی می کرده. به خاطر همین ازش خیلی خبری نبود تا اینکه یه جواب دندون شکم به حمله دخترهای دم, تخت دمه بختی داد که گویا از دوروبرش پراکنده شدن او خیلی راحت سکوت کرد که یا بیشتر همش نزده باشه تا بوش نپیچه یا کلا بی خیال همزنش شد تا ثابت کنه حرف باد هواست نه, نه, شکم هرچند این صحبت های یه همکار قدیمی پیش از اکران فیلم آخر پارسا پیروزفر که بعد از مدت ها به سینما بازگشته میتونه بوی یه عقده یا تحقیر شدن هم بده منتها فعلا به خاطر سکوت سو... آخ پارسایی که همیشه هم ساکت بوده و هیچ مصاحبه ای ازش موجود نیست ما اینطور برداشت میکنیم که پیروزفر خیلی پارسا نیست و چون به خلوت میرفته اون کارهای دیگر رو میکرده البته پیش از این برداشت یه کاشت و داشتی هم در کار بوده احتمالاً بهاره مصدقیان با انتشار یه عکس سه نفره که یه نفرش مات شده طریقه آشناییش با پارساخان نوشته و گفته که توی سال 83 رفتم مؤسسه کارنامه برای تئاتر اون موقع پارسا مدرس بازیگری بود منتها مربی من نبود یک سال بعدش به گروه هنرجویان و بازیگران نمایش ملاقات بانوی سالخورده به کارگردانی پارسا ملحق شدن او برای من فردی متشخص و با سواد و منظم و با مسئولیت و غیره و خوشتی و همه چی بود البته این تعریف های بهار خانم یه بوهایی میده هرچند خودش گفته که این تعریف فقط به چشمش اومد و در لفافه گفته که منظورم این نیست که ازش خوشم اومده بودا که ما این سخن رو به دلایلی نمیتونیم بپذیریم خلاصه که بهاره و بچه های گروه هی جمع میشدن خونه یکی و مثلا تاتر تمرین میکردن <applause> بعضی از شب جمعه ها پارسا زنگ میزده به بهار خانم و یک اپو و گفتی میزدن یه مدتی گذشت تا اینکه پارسا بعد از تمرین و خدافزی زنگ میزده که فلانی به سلامتی رسیدی خونه اینجاست که ما اون حرفا رو رد میکنیم چون اگه یه دختر نخواد ارتباط بگیره طوری رفتار میکنه مردا جرأت نکنن دیگه بهش زنگ بزنن و او این کارا رو که نکرده هیچ هر روز بیشتر به پارسا یه قصه اجازه ورود به حریم خصوصیشو میداده هرچند خودش تو اینستاگرام نوشته که پارسا همیشه میگفته تو خیلی سفتی و حسار دورت درست کردی بگذریم گذشت و گذشت تا اینکه یه روز یه بود که دنیا به آخر رسید او سر فیلم در چشمه باد بود که با بهاره تماس میگیره و دیگه وارد رابطه خصوصی میشه و پارسا هم ازش چیزی میخواد و میگه لطفا چیزی به کسی نگو چون نمیخوام کسی از حریم خصوصیم چیزی بدونه خلاصه که بهاره هم میپذیر و به هم قول میدن کسی از رابطهشون نفهم و البته هیچ کدوم هم خیانت نکنن ولی آقا پارسا طبق گفته بهاره خیانت میکنه اونم نه یه بار که چندین بار تا اینکه بالاخره خانم مصدقی که پارسا صداقتش رو با سکوتش در حاله از ابهام گذاشته همه چی رو علنی میکنه بهاره همونطور که از اینستاگرامش پیداست تمایل به اوسیان و اوریانگری داره و زیر یه طراحی از یه زن لخت نوشته آدمیزاد باید یکم یاقی باشه هر از گاهی کنیم بر علیه اطرافیان بر علیه قوانینی که برای کنترل شماست بر علیه خودتان بر علیه آینده‌ای که ناخودآگاه برایتان ساختند کسی که خیلی خوبه از لحاظ سیستم اونیه که خوب بار میبره بیشتر آدم های اطراف شما و پاشون که برسه خوب شدن سردردشون رو به مرده یا زنده بودن شما ترجیح میدن این نکته رو تو تصمیماتون لحاظ کنید البته ما این مورد رو تو صحبت های حمید فرخ در خصوص پسرش دیده بودیم ولی با این حرفها شخصیت حقیقی بهار بیرون ریخته که البته ما قضاوتش نمی کنیم و به حرفهای خودش بسنده میکنیم، چون به اندازه کافی روشنه ادعای بهار مصدقیان واکنش های مختلفی رو در پی داشته و برخی از کاربران نوشتن که آقا قبل از پخش شدن فیلم مستعش با بازی پارسا وقتی این خبر میاد بیرون یه بوایی میده در این میان برخی هم بر این باورن که طرح این اتهامات اخلاقی با اکران قریب الوقوع فیلم سینمایی مستعش با بازی پارسا حتما مرتبطه پیرو این هواشی بهروز شجایی با انتشار پیامی در ایکس نوشت خیلی جالبه که چند روز مونده به اکران این فیلم با بازی پارسا و حضور او بر پرده سینما بعد از مدت ها به صورت کابه صورت کاملا اتفاقی ناگهان موج منفی خبری علیه او را میفته به هر حال طبق ماده 745 و 46 و اینا هر کس به قصد اضرار به غیر به وسیله سامانه رایانه اکاذیبی منتشر کنه یا عملی رو برخلاف حقیقت به دیگری نسبت بده به حبس یا جزای نقدی محکوم میشه اما گویا پارسا دنبال این هم نیست یا شاید نمیتونه دنبالش باشه بهاره در آخرین پستش پس از سکوت چند روزه پارسا نوشت که من روایتم رو با سکوت پارسا از جواب ندادنش به دو همکار تئاتری و سینماییش به پایان میرسونم شگرد پارسا در تمام رابطه هاش این بود به کسی چیزی نگید حالا هم در مقابل دو نفر از همکاراش با سکوتش مورد تاییدی زد بر روایت صادقانه من و سایر روابطش پارسا تا دیروز سکوت تو و دیگران برگ برندت بود اما این بار برگ بازندت همین یعنی نوشته های من و سایر دختران نه دروغ و نه تهمت و افترا جوابی رو که میخواستم گرفتم و ادامه ماجرایی که میگه در پایان هم نوشته که از این پس از پارسا بخوای جواب بده آی مردم پارسا متولد 22 شهریور سال 51 در شمال شهر تهرانه. علاقش به نقاشی در سالهایی که در دبیرستان ریاضی فیزیک میخوند باعث شد داستانهای مصوری خلق کنه که فقط میشه در سایت رسمی پارسا اونها را جستجو کرد. او پس از دیپلم موفق به دریافت مدرک کارشناسی نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و سپس در رشته بازیگری از آکادمی استاد سمندریان با موفقیت بیرون اومد و از سال 73 شروع به حرفه بازیگری کرد اولین نقش او برمیگرده به نقش شیخ ساله که نقش کودا در فیلم پری داروش مهرجویی بود که در سال 73 اکرام شد. سال 82 وقتی بود که بازیگری او کمی رشد کرد و با بازی در فیلم اشک سرما در نقش یک سرباز و سپس نامزد جشنواره فرد شدن برای بازی در نقش یک معتاد برای فیلم مهمان مامان سر زبونها ها البته بیشتر زبون خانوما افتاد اینا یه از عزیز کرده دارم من آدمم پول میخواد بد بدم بابا پول نقش اصلی مجموعه تاریخی در چشم باد و بازی در سریال یاقی از آثار دیگه ای این بازیگری که میشه گفت حرفه اصلیش کارگردانی و بازیگری تئاتر شما مرات ما رو بکن دیگه کاملتون او در سالهای بین 86 تا 90 مدرس بازیگری مدرسه فیلمسازی هیلاج بود و همزمان بازیگری در تئاتر و سینما و همچنین کارگردانی تئاتر رو هم پیش می برده. پارسا در زمین های مختلفی چون گرافیک و تصویرسازی نمایش نام نویسی، صدا و دوبله و مجسم سازی هم دستی در آتیش داشته و امیدواریم دستش به خاطر اون حرفه اصلیش نسوزه ما سر خاص را بکوبیم به سنگ یا او سر ما به سا دار سازد آبنگ مرد کس و فرد خودتون نگردار که یه گفتی آدم جا میاره از همون بده اضافه هم نگرد میدارم هی نری کن نری راست نری چپ نری